پار آغاز میکنم با مهمان ارجمند برنامه جناب دکتر منصور فرهنگ که هفته پیش متاسفانه به علت اشکالات فنی نتونستیم باشون صحبت بکنیم. من مقدمه کوتاه رو در مورد اونچه که پیرامونمون داره میگذره مطرح میکنم و بعد فرصت رو در اختیار آقای دکتر فرهنگ میگذارم که پای صحبت های مستدل منطقی و گاهی ممکنه برای بعضی ها متفاوت باشه نظراتشون رو آغاز میکنه. مسئله مهم روز بعد از مسئله شخصی که به نام آدی متر در نیویورک و در یک سالن سخنرانی که افراد صاحب نظر میرن اونجا سخنرانی میکنن با چاقو حمله کرد به سلمان رشدی و چه شادی ها کردن آخوندها در ایران و هلهله و شادی که فتوای غیر انسانی آقای خامنه ای بالاخره اجرا شد و از کور شدن او شادی کردن و از بین رفتنش که در حال حاضر تا اونجایی که شنیدیم از فرزندش و به اصطلاح خبرنگارهایی که دوربر بیمارستان هستن حالش خوبه، شوخی هم داره میکنه با اطرافیانش. در مورد چشمش هنوز خبر جدیدی نگرفتیم که آیا این خبر در واقع به واقعیت خواهد پیوست یا نه. مسئله دوم این بازی موش و گربه جمهوری اسلامی هست در مورد برجام و همچنین اینکه با وجود تمام شواهد و به اصطلاح قرائنی که در مورد آقای ترامپ ارائه شد در کمیته ششم ژانویه و خبر جدیدی که به اصطلاح وزارت دادگستری و FBI رفتن به مار ای لاگو یعنی دریا به دریاچه، یک چنین معنی داره به زبون اسپانی، اون قصر بزرگی رو که آقای ترامپ داره و به احتمال خیلی زیاد یک فرد از داخل خود تیم آقای ترامپ اطلاع داده بود که آقای ترامپ بسیاری از مدارک فوق سری و مهم امریکا رو که حق نداشته ببره به منزلش برده اونجا و معلوم نیست که در طول این مدتی که این مدارک اونجا بوده آیا در و پیکری داشته، چه کسانی بهش دسترسی داشتن. مسئله این پیش آمده که تصویر آقای رئیس دادگستری، وزیر دادگستری و آقای ترامپ رو میبینید متعاقباً و اون قصر مجلل آقای ترامپ رو در فلوریدا. به هر حال این ماجرا ادامه داره و آنچه که قرار بود گفته بشه در این زمینه و فاش بشه تا الان شده و گفته میشه، فعلا قرار نیست که مطلب زیادی عنوان بشه تا این مدارکی که از اونجا به دنبال 15 جعبه که قبلا از اونجا برداشته شده بود و تحویل داده شده بود به مقامات که قبول کرده بود آقای ترامپ این 15 جعبه رو داده بودن و گفته بودن دیگه چیز دیگری وجود نداره، حالا این مدارک متعددی که اونجا پیدا شده میتونه یک مشکل بزرگ دیگری رو ایجاد بکنه. کسانی که در این زمینه فعالیت میکنن از جمله قاضی که رأی داده برای رفتن و جستجوی این خانه آقای ترامپ و وزیر دادگستری، تمام کسانی که به نحوی در این ماجرا ورود داشتن و دخیل بودند
از طرف طرفداران آقای ترامپ تحت زیر تهدید هستند، اونها رو به قتل تهدید کردن و اینها باید و گفته میشه که محافظین رو گذاشتن که در واقع اینها رو مواظب باشن این افراد و بعد مسئله وقتی که روز سپاهیان سپاه پاسداران بوده در ایران و 300,000 دلار جایزه تعیین کرده برای کشتن آقای جان بولتون مشاور امنیتی سابق آقای ترامپ و همچنین 1,000,000 دلاری رو که گفته اگر کسی آقای پومپئو رو به قتل برسونه 1,000,000 دلار بدیم و این کارهای تروریستی و انتقادات فراوانی رو که از طرف هموطنانمون میشنویم به آقای بایدن، پرزیدنت بایدن و اقداماتی رو که داره انجام میده و اصراری رو که داره برای بازسازی این مسئله برجام. در این زمینه ها و مسائل مختلف با آقای دکتر فرهنگ صحبت خواهم کرد و نظر ایشون رو جویا خواهم شد. وقت برنامه رو بیش از این نمیگیرم، ترجیحم اینه که در این موارد و موارد دیگری که صحبت خواهیم کرد با آقای دکتر فرهنگ صحبت کنم. آقای دکتر فرهنگ سلام عرض میکنم خدمتتون و سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه و پوزش میپذیرم از این پوزش میخوام از اینکه هفته پیش ما نتونستیم شما رو همزمان داشته باشیم و فرصتی از دست رفت. خیلی متشکرم از دعوتتون. امیدوارم که گمون برای بینندگان و شنوندگان مفید باشه. دکتر فرنگ، ما 5 سال پیش از همین تلویزیون پارک با در واقع پیشنهاد آقای شجره صاحب امتیاز و مدیر تلویزیون گروهی رفتیم به واشنگتن و نیویورک برای به اصطلاح تظاهراتی بر علیه آقای احمدی نژاد رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی و در اون زمان این عده‌ای که رفته بودن گروه های مختلفی آمده بودن، افراد چپی بودن، مجاهدین بودن و از رسانه های برون مرزی تلویزیون پارس بود و چند رسانه دیگه. این گروه به جای اینکه به خصوص این گروهی که از لس آنجلس رفته بودیم به جای اینکه بخوان هم زبان و همگام و به صورت متحد اونجا یک کار مثبتی رو انجام بدن شروع کردن با همدیگه مخالفت کردن و گروهی که اون موقع به اصطلاح درخشید مجاهدین خلق بودن که با سر و صدای زیاد با موزیک و با ساز و دهل و غیر و زالک بقیه گروه ها رو از جمله گروه چپ ها رو که تعداد کمی بودن تحت شعاع قرار دادن و به کلی مسئله در واقع بی نتیجه. الان قرار هست که آقای رئیسی، رئیس جمهوری که میگن 6 کلاس بیشتر سواد نداره و بارها گافهایی رو که کرده دستاویزی شده برای طنز پردازان، داره میاد اونجا سخنرانی کنه به احتمال زیاد. الان آیا شرایط رو با زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد متفاوت میبینید و یا و اگر متفاوت میبینید چه باید کرد و آیا در این فرصتی که پیش خواهد آمد میشه یک کار اساسی و مؤثر انجام داد یا نه؟ ببینید، امروز فعالین سیاسی و حقوق بشر در خارج از کشور در یک موقعیت استثنایی قرار گرفتند و این موقعیت استثنایی مربوط به حوادثی است که امروز ما در واقع ناظر اونها هستیم. اول اینکه این ترور سلمان رشدی یک
عکس العمل بسیار وسیعی از رسانه ها و ناظرین اروپا و آمریکا و بسیاری کشورهای دیگه جهان گرفته و یک بینش جدیدی نسبت به ماهیت رژیم ایران داره پیدا میکنه که فقط واقعا رژیم در واقع تروریسم، اگرچه ما باش آشناییم که محدود به ترور فعالین خارج از کشور نبوده، بلکه در داخل کشور بسیاری از فعالین گرفتار این مسائل بودن، ولی امروز این یک تحول. دومی که هفته گذشته پلیس فدرال آمریکا یک گزارش بی سابقه ای منتشر کرد که در واقع فعالیت های تروریستی ایران رو نه تنها در داخل کشور بلکه در منطقه و در اروپا و آمریکا مطرح کرد و حتی اینکه برای وزیر خارجه گذشته آمریکا مارک پامپیو و مشاور امنیتی آقای ترامپ جان بولتون به طور رسمی جوایز ایران تعیین کردن برای ترور این افراد. و دیگر اینکه رئیسی رئیس جمهور ایران که بخواد به شورای برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیاد کسی است که واقعا سوابق بسیار خشن و زننده ای داره، به این شکل که در این اعدام نزدیک 5000 زندانی سیاسی سال 1367 او یکی از به اصطلاح قضات و اجرا کنندگان دستور خمینی در این رابطه بوده. بنابراین این وضعیت طور ایجاد کرده که فکر میکنم فعالین حقوق بشری در خارج از کشور مسئولیتی دارند که وقتی مجمع عمومی تشکیل میشه و رئیسی یا فرد دیگری به عنوان نماینده ایران به اونجا میاد، ما بتونیم یک تظاهرات وسیع و بی سابقه ای که فراجناهی، فراحزبی و فراایدئولوژیکه و تأکید رو بذاریم روی نفی و نقض حقوق بشر که نه تنها در رابطه با مربوط به ترور سلمان رشدی، بلکه نقشه ها و برنامه هایی است که ایران در خارج از کشور برای بسیاری از فعالین سیاسی خارج از کشور در 43 سال گذشته اجرا کرده. منتها خیلی مهمه که اگر این تظاهرات بخواد انجام بگیره محدود به یک گروه خاص نباشه که اهداف سیاسی مشخصی دارن، سمبول هایی دارن که بخوان در واقع به عنوان یک برداری سیاسی گروهی ازش بکنن. ما باید احترام بذاریم به بینش اونها، به فعالیت های اونها، ولی مسائل و چالش های وسیع‌تری پیش میاد که اگر ما بخوام از جهت نفوذ برای مبارزین داخل کشور و ناظرینی که با واقعیت های خارج ایران آشنا، ناظرین خارجی که آشنان، تأثیر اینه که واقعا بخوایم این رو به عنوان یک فعالیت حقوق بشری مطرح بکنیم و نه یک فعالیت حزبی. و از این نظر که به صورت محیط ایران در شورای امنیت قطعنامه‌ای تصویب کرد چند سال قبل، قطعنامه 1624 که تروریسم رو به معنای به خطر انداختن انسان‌ها و تهدید افراد غیر نظامی برای دستیابی به اهداف سیاسی تعریف کرد. یعنی اینکه این اقدامی که ایران کرده، اگرچه دولت ایران موضع رسمی در دفاع از ترور سلمان رشدی نکرده، ولی روزنامه هایی که متعلق به این نهادها هستند مثل کیهان، مثل روزنامه جوان، مثل جام جم و شخصیت های دیگری که این روزا صحبت کردن به این جنایتکاری که به حمله کرد به رشدی تبریک گفتن. بنابراین عکس العمل ما چیه؟ آیا ما میخوایم بالاتر از اینها؟ همونطور که قبلا هم در این رابطه با هم صحبت کردیم، حدود یک سال قبل روسیه، کوبا و ایران یک برنامه‌ای درست کردند به نام از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که بیان گزارشگر ویژه انتخاب بکنن که به کشورهایی بره که مورد تحریم اقتصادی بین‌المللی قرار گرفتن و ببینن که این تحریم های اقتصادی تا چه اندازه روی حقوق بشر تأثیر داشته. یعنی این که ظلم و جور و جنایات رژیم های حاکم رو کنار بذارن و تأکید رو بذارن روی پیامدهای تحریم های اقتصادی.
که البته انتقاد کردن از اونها که چه ضرری میتونه به توده های مردم بزنه قابل فهمه و قابل احترامه. ولی این که بیان بگن حقوق نفی و نقض حقوق، علت نفی و نقض حقوق بشر یا یک کشوری مثل ایران تحریم هاست، یه نوع فریبه. این خانم دوهان که قراره، یک وکیلی است که دوست نزدیک پوتین، اهل بلاروسه، و این قراره که در وقتی مجمع عمومی تشکیل میشه یا به خود مجمع یا به شورای حقوق بشر مجمع بیاد گزارشی راجع به وضع حقوق بشر بده. یعنی زنی که مورد توجه خامنه‌ای و شرکا و آخوندها در ایران قرار گرفت و کوچکترین تماسی با فعالین سیاسی یا قربانیان و زندانیان سیاسی نداشت، ولی برگشته اینجا و گزارشی تهیه کرده که در واقع میگه اگر در ایران نفی و نقض حقوق بشری است، علتش تحریم های اقتصادی است. ما باید به این اعتراض بکنیم. من قبلا مقاله‌ای راجع به این موضوع نوشتم و بسیاری از دوستان پخش کردم به بازمین. بنابراین این مجموعه این به صدا عواملی که من داشتم توضیح میدادم وضع استثنایی ایجاد کرده که واقعا فعالین سیاسی و خصوصا فعالین حقوق بشر باید برنامه های خاص سیاسی خودشون رو کنار بگذارن و زیر پرچمی که فراجناهی، فراحزبی و فرا ایدئولوژی که از حقوق بشر در ایران اینو دفاع بکنن و این افشاگری های لازم رو خصوصا موقعی که مجمع تشکیل میشه. اهمیت این موضوع زیاد تو دنیای خارج ممکنه اگرچه بخش های قابل توجهی از نیروهای مترقی جهان خارج لازمه که اونها بدونن ماهیت رژیم ایران یک ماهیت تروریستی است و تأکید رو فقط روی سلمان رشدی گذاشتن واقعیت رو نشون نمیده. اون لازمه، ولی بالاتر از این به نظر من اهمیتش اینه که این نوع فعالیت اگر در شهرهای اروپا، در نیویورک، در لس آنجلس، در شیکاگو، در واشنگتن در یک روز تظاهراتی همون روزی که رئیسی یا فرد دیگری که اومده سازمان ملل متحد میخواد صحبت بکنه، اگر همون روز یک تظاهرات و اعتراضات وسیع بین المللی از طرف ایرانیان بشه، اون بزرگترین ارزش و اهمیتش اینه که مشوق مبارزین داخل کشور میشه. توجه داشته باشیم که بیش از 75% از مردم ایران نسل‌های بعد از انقلاب هستند و مبارزات زنان ایران در تاریخ کشورهای اسلامی بی سابقه است و این انقلاب اطلاعاتی به ما اجازه میده که این فعالیت خارج از کشور رو منتقل بکنیم به ایران از طریق رسانه‌ها و تلویزیون‌ها و از طریق مجازی. این به نظر من نقش بسیار مهمی است که ما میتونیم ایفا بکنیم در این شرایط کاملا استثنایی که رئیسی، یک جنایتکاری که واقعا بعد محاکمه بشه، امروز به عنوان رئیس جمهور داره میاد نیویورک و بعد خانم دوهان با حق بازی کشورهای استبدادی داره میاد یه گزارشی راجع به حقوق بشر بده که از بیخ و بن غیر عادلانه و دروغه. اینه که ما باید نشون بدیم که به هر حال در یک جایی این توانایی رو داریم که در اشراگری و تشویق نیروهای مبارز ایران فعال بشیم. فقط در صورتی میتونیم مؤثر باشیم که تعداد کسانی که در این تظاهرات شرکت میکنن بالا باشه. دست گذاشتید یه نقطه بسیار حساس و لاینحلی که تا به امروز ما نتونستیم به جایی برسونیم، و اون این هست که در اکثر این تظاهراتی که گاهی فوق‌العاده تعداد زیاد بوده افراد، تنها یک گروه کوچک آمدن با بالا بردن و با بالا بردن عکس به اصطلاح فرد مورد نظر خودشون یا پلاکارد هایی که به کلی مغایر اون تظاهرات بوده، این تظاهرات رو بی نتیجه گذاشتن. امیدواریم که این بار تمام این مسائلی رو که مطرح کردی، مسائل جناحی، مسائل به اصطلاح علاقهی که ما داریم به افرادی که میخوایم مطرح باشند یا روشی رو که دوست داریم، تمام اینا رو بذاریم کنار
و بیایم و در یک مورد که همیشه هم راجبش حرف میزنیم و اون مسئله حقوق بشر و آزاد شدن مملکت از این دست این هیولایی است که مثل اختاپوس افتاده روی مردم ما، الان مسئله بیابی، مسئله گرانی که بیداد میکنه، مسئله نبودن دارو، یعنی مسائلی که الان مردم ما باش روبرو هستن حد و حسابی نداره. و به مجرد اینی هم که اعتراضی میشه با چماق و با تهدید و با قلع و قمع و با زندان کردن ها روبرو میشن افراد. همین آخرین خبر در مورد اطلاعیه است که سینماگران ایران منتشر کرده بودن و یک شعاری رو که میگه تفنگت را زمین بگذار رو گفته گذاشته بودن توی این به اصطلاح اطلاعیه که 150 نفر از این افراد امضا کرده بودن. فشارها به حدی بود که 15 نفر از اینا امضاشون رو پس گرفتن و به اینها به بقیه هم گفته شد که اگر امضاشون رو پس نگیرن 5 سال از ممنوع الخروج میشن و از فعالیت سینمایی محروم میشن. خب اینا رو اینا مسائلی است که من فکر کنم الان باید همه ما که در خارج هستیم اینجا این امکان رو داریم که آزادانه صحبت بکنیم، بیایم و با همدیگه دست به یکی بشیم و بتونیم با همونطور که اشاره کردید یک تظاهرات گسترده و وسیع در سراسر اروپا و امریکا به هنگام آمدن رئیسی به سازمان ملل که اگر بیاد که گفته میشه احتمال اینی هم که نیاد وجود داره، یا هر نماینده دیگری که از جمهوری اسلامی، اینو چجوری باید حل کرد دکتر فرد؟ عده‌ای از فعالین سیاسی و حقوق بشر در ایران و آمریکا در حال تهیه یک فراخوانی هستند بسیار کوتاه که این رو به بقیه به ایرانیان علاقمند در خارج از کشور ارائه بدن و اهمیت چنین تظاهراتی رو توضیح بدن. توجه داشته باشیم که خیلی راحته که ناامید و بدبین باشیم. این به نظر من کاملا طبیعیه. 43 سال فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران از نظر روانشناسی وضعی ایجاد کرده که بسیاری از ایرانی ها قابل فهمند، واقعا فکر میکنن که فعالیت ها تأثیری نداره و خصوصا اون افراد عناصری که اشتباها فکر میکنن ما میخوایم روی اولویت دولت های خارجی تأثیر بذاریم. اصلا اونجا دولت های خارجی آمریکا، انگلستان، روسیه است، چین، بریتانیا است، هر کدومشون که باشن در چارچوب رفاه، در چارچوب منافع ملی خودشون عمل میکنن. ما هم اگر فردا دموکراتیک ترین رژیم ها رو در ایران داشته باشیم، انتظارمون از اون رژیم اینه که در چارچوب منافع ملی عمل بکنه و اگر سر دوراهی قرار گرفت که بخواد منافع امنیتی یا اقتصادی رو فدای تعهد به حقوق بشر بکنه، بسیار استثنایی این کار بکنن. اگر هماهنگ باشن بله، اگر پیشبرد اهداف اقتصادی و امنیتی هماهنگ باشه با دفاع از حقوق بشر، همه دولت ها حاضر این کار بکنن. ولی در دنیایی که ما زندگی میکنیم بین این دوتا اختلاف میاد. فکر بکنید آمریکا در عربستان سعودی، اونجا نمیتونه از حقوق بشر. ولی خودمون واقعیت همینه که فعالیت های ما روی مبارزین داخل کشور میتونه، یعنی که به اونها فکر بکنیم، به زنان و مردانی که امروز در زندانن، شکنجه میشن، به انسانهایی که شغل ندارن. 60% از مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنن. در زمان شاه حدود 20-25% مردم زیر خط فقر زندگی میکردن، امروز 60% شده. اگر به اونها فکر بکنیم، این امیدوار بودن یا امید و ناامیدی و یا بی‌اعتمادی این حرفا بی‌معنی میشه. یعنی اون کسانی که فعال هست و داریم از حد اقل مردم، یعنی اگر این تظاهراتی که داریم نقشش رو میرکیم یک ماه وقت داریم براش فعالیت بکنیم، اگر 5% ایرانیان مقیم خارج در این تظاهرات شرکت بکنن، یک دستاورد بی‌سابقه است از نظر تشویق مبارزین داخلی و تحت تاثیر گذاشتن اون بخش هایی از جوامع غربی که با ارزش های ما احساس خویشاوندی میکنن. و اونها اکثریت ممکنه نباشن،
ولی در تمام کشورهای اروپا و در آمریکا اقلیت‌های فعال عفو بین الملل دیدبان حقوق بشر و بسیاری تشکیلات همانند هستند که با این فعالیت‌ها احساس خویشاوندی می‌کنند و اونها مشوق می‌شن، یعنی اونها ما رو جدی می‌گیرند. تا زمانی که ما پراکنده ایم و به اصطلاح اتمایز هستیم، اونها فکر می‌کنن خب بدیل فاشیسم حاکم چیه؟ و بعد یک بدیل فاشیسم حاکم بتونه فعالیت‌های فراجناهی، فراحزبی و فرایدئولوژیک نه تنها در افشاگری حقوق بشر، اون بخشی از مسئله است، بلکه در ترویج فرهنگ حقوق بشر، یعنی در رفتار و کردار خودمون نشون بدیم که به حقوق بشر، به بیانیه حقوق بشر اعتقاد داریم، نه اینکه فقط شعار بدیم و به خودمون که میرسه در اونجا کسرت‌گرایی اعتراض نذاریم. بنابراین من امیدوارم که این بار این فعالیت ها بتونه به جایی برسه که واقعا یه تظاهرات وسیع حقوق بشری انجام بشه و به هر حال بعد این کوشش ها رو کرد. اگر ما در فعالیت های حقوق بشری بخوایم منتظر نتیجه ملموس و مشخص باشیم، ممکنه هیچ وقت راضی نباشیم. زنان آمریکا 80 سال مبارزه کردن تا حق رأی گرفتن. زنان آمریکا زندان می‌رفتن برای اینکه می‌گفتن بعد قرص ضد آبستنی خورد، حالا سخت جنین به جای خود. هر جا که حقوق بشر پیشرفتی داشته، نتیجه مبارزات مداوم و پیگیر مردم بوده و حقوق بشر هم چیزی نیست که کسی بذاره یه سینی تقدیمت بکنه، گرفتنیه، دادنی نیست. بنابراین این دوستان عزیزی که در مقالات خودشون، در مصاحبه‌های خودشون، در گفتگوهایی که بعد از خورش قرمه سبزی و خورش قیمه دارن از حقوق بشر دفاع میکنن و ارزش‌های دموکراتیک رو مطرح میکنن، بد نیست که آدم از اینها خواهش بکنه که یک قدمی هم در جهت فعال شدن و کمک کردن به نهادینه کردن یک تشکیلات حقوق بشری داشته باشه. ما 43 ساله در خارج از کشور فعالیت میکنیم ولی هنوز یک نهاد حقوق بشری که با حق عضویت افراد اداره بشه، توجهش رهبران اون دموکراتیک انتخاب شده باشن که بتونه اعتبار بین المللی کسب بکنه، هنوز اینو نداریم. بنابراین فعالیت های ما میتونه مؤثر باشه برای ایران آینده به این معنی که به شکل نمادین نشون بدیم که ایرانی ها توانایی یه سری کارهایی رو دارن اگر از آزادی و امنیت برخوردار باشن. و ما در خارج از کشور به هیچ وجه کمبود آزادی و امنیت حتی منابع مادی نداریم. بی‌نهایت ممنونم آقای دکتر فرهنگ. اگر اجازه بدین برویم از مسیر پیام‌های بازرگانی عبور بکنیم و در بازگشت من به این ذهنیت دایی جان ناپلئونی و اینکه همطور که اشاره کردید به طور ضمنی که ما هنوز معتقدیم که اگر اونا بخوان اگر اونا نخوان، که این اونا معلوم نیست کیان و چی هستن و چرا باید اونا مؤثر باشن توی سیاست و سرنوشت مردم، ما در این مورد و موارد دیگه صحبت خواهیم کرد. بینندگان گرامی با ما باشید، بعد می‌گردیم. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740.
آژانس امیری تقدیم می کند. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت اول سپتامبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. جیل ویز با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به همزبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن جیل ویز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز جیل ویز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. جیل ویز، همیشه و همه جا. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل‌های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس‌های جیل ویز همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های جیل ویز از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. نگاهی جدید به مدیای فارسی. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون‌های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس‌های جیل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های جیل ویز از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. برای فروش تبلیغات در جیل ویز، شارژ اشتراک جیل ویز، شارژ اپلیکیشن تلفنی جیل تاک، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گولداین همکاری کنید. این موقعیت فوق العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. همکنون می توانید تمامی فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید. کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاسد، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 23. با سلام مجدد در خدمت جناب دکتر منصور فرهنگ هستم و قبل از اینکه ادامه بدم صحبتامو با ایشون، باید تشکر بکنم از انجلو طالبی که اسپانسر این برنامه هستن و خواهش بکنم از دوستانی که راجع به بعضی از مسائل اطلاع درستی ندارن اظهار نظر نکنند در فضای مجازی، در برنامه‌های رادیو تلویزیونی. بعد از فوت مسعود اسداللهی، مسائلی راجع به این که ایشون از نظر مالی در مضیقه بوده و این گونه مسائل به کلی دور از واقعیت این و او از نظر مالی هیچ مشکلی رو نداشت، توی بهترین نقطه شهر سانتا مونیکا زندگی میکرد و از نظر به اصطلاح امکانات پزشکی بهترین بیمارستان و بهترین مجتمع پزشکی مراقب او بودن و نهایت کوشش هم کردن برای اینکه نذارن از بین بره، ولی خب دیگه مسائلی که پیش آمد متاسفانه از بین رفت. در نظر داریم برای یادبود او به اصطلاح یک مراسمی رو
برگزار بکنیم که متعاقبا من به اطلاعتون خواهم رسوند بینندگان گرامی. آقای دکتر فرهنگ در خدمتتون هستم و در مورد این مسئله عدم اعتماد به خودمون که سالهاست ادامه داره، همین به اصطلاح صحبتهایی که به عنوان صحبتهای دایجان ناپلئونی معروف شده و کماکان ادامه داره، یعنی ما خودمون رو ذلیل و بدبخت و بیچاره میدونیم در مقابل اقداماتی که کشورهای خارجی باید باسمون انجام بدن، این رو چگونه میبینید و این ذهنیت رو چگونه باید کنار گذاشت؟ ببینید، این یکی از پیامدهای زندگی در جوامع استبدادیه که به اصطلاح مردم قدرت و امکان شرکت در امور رو ندارن. مقصودم امور سیاسی هم میتونه از خانواده شروع بشه تا محله، تا مدرسه، تا دانشگاه، تا یکی این که به هر حال ما هیچ وقت نداشتیم. از تنها دوره‌ای که در ایران ما از آزادی و امنیت برخوردار بودیم تا حدودی، یکی در اون از بعد از رفتن رضا شاه یا شهریور 20 تا کودتای 28 مرداد بود که تمام احزاب و تمام گروه‌ها در ایران آزاد بودن برای فعالیت سیاسی اجتماعی. ولی متاسفانه از درون دوران اینقدر پراکندگی زیاد بود و پراکندگی هیچ اشکالی نداره، پراکندگی که تمام گروه‌ها مشروعیت و نیت یکدیگر رو احترام بگذارن. وقتی ما میگیم به طور اجتناب ناپذیر در هر جامعه‌ای بینش‌های متنوع وجود داره، رقابت وجود داره، در فرهنگ سیاسی ایران مثل مصر و عراق و عربستان سعودی و غیر ذلک در منطقه چیزی به اسم رقیب سیاسی وجود نداره. رقیب سیاسی یعنی کسی شما بهش احترام میذاری و باش رقابت میکنی بر مبنای اینکه کدوم یکی توانایی جلب حمایت مردم را داره. در این جوامع استبدادی دشمن وجود داره، نه رقیب. و وقتی کسی رو شما دشمن تعریف کردی، یعنی هر بلای سرش بیاری مشروعه. اون موقع است که میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه. برای برخورد با دشمن هیچ محدودیتی وجود نداره. و این یکی از مصیبت‌های ماست که ما باید به رقابت سیاسی احترام بذاریم و کثرت سیاسی رو یک امر اجتناب ناپذیر بدونیم. اجتناب ناپذیر یعنی یک جامعه ای در سراسر دنیا امروز و یا در گذشته وجود نداشته که همه مردم در رابطه با مسائل سیاسی و اقتصادی و امنیتی و فرهنگی یکسان فکر بکنن. هم چیزی وجود داره، مستبدین با زور میزنن تو سر مردم بخوان همه رو یکسان بکنن، چون وقت جهنم درست میکنن. اینا یه واقعیه. بنابراین یه مقداری از این مسئله فهم و دانش و تحلیله که من فکر میکنم ایرانی ها، خصوصا ایرانی های تحصیل کرده خارج از کشور، از اون جهت هیچ کم ندارن، از نظر فهم و دانش کم ندارن. ولی اونجای مشکلی که ایجاد شده اینی که در طی نسل ها، قرن ها زندگی کردن در رژیم استبدادی، چه در جامعه ما، چه در مصر، چه در عراق، چه در جاهای دیگه، این بینش استبدادی، این بینش دایجان ناپلئونیست هضم شده در وجود ما. یعنی گاهی علارغم بینش خودمون، علارغم فهم و دانش خودمون، این دنبال این میگردیم که به فرافکنی بکنیم یک کسی دیگه مسئول ماجرا بوده و این تو رهبران سیاسیمون بود. و بعدم این که به طور کلی ایرانی ها حداقل از زمان مشروطیت به بعد و قبلش هم که دیگه همه میدونن، فقط دو نوع تشکیلات میتونستن درست بکنن. یکی تشکیلات سفت و سخت ایدئولوژیک بود که این تشکیلات ایدئولوژیک یک برنامه غیر قابل تقلید مثلا مثل حزب توده ایران که مطلق اندیش بود و یا مذهبی یا رهبر بلا منازع. دموکراسی رهبر بلا منازع نداره. دموکراسی رهبری داره که به وسیله اعضای اون جامعه انتخاب شده برای مدت معینی. ما همین که به اونجا میرسیم یعنی رهبر بلا منازع نداریم و دنیای ایدئولوژی هم مرد. مدینه های فاضله‌ای که قبل از انقلاب بخش قابل توجهی از روشنفکران و فعالین سیاسی ما رو به خودشون جلب میکردن، اونا مردن. چین و نمیدونم روسیه و کوبا و اینا
کشورهای شدن که دنبال منافع اقتصادی و امنیتی خودشونن. این که کشور مادر اسم روسیه بود، بعدم ایرانی ها اومدن برای خودشون گفتن ام القرا یعنی کشور مادر. اصلا اینه که ایناست که این تربیتی که فقط چرا میتونیم فقط در رفتار و در عمله. اینه که اگر این مسئله ها میتونست از طریق فکر و اندیشه و بحث و گفتگو حل بشه، ما سالها پیشون حل کرده بودیم. برای اینکه در ایران کمبود فهم و دانش و شعور و تحلیل وجود نداره، مشکل رفتار وجود داره. مثلا ما این تشکیلات کارزار حقوق بشر رو که درست کردیم، فراخوان نوشتیم، اساسنامه نوشتیم، هر کی میخونه شروع میکنه به تعریف کردن، ولی وقتی از اون تقاضا کنند میشه حاضر این عضو این تشکیلات بشین و عضو تشکیلات شدن یعنی که حق عضویتی پر، به اونجا که میرسه اکراه، ناامیدی و بیاعتمادی به وجود میاد. این فقط با مبارزه و فقط با تلاش و کوشش افرادی است که بتونن این به صلاح اینی که این سیستم های ناروایی که هضم شده در درون ما به قول آمریکایی‌ها اینترنالایز شده، اینا رو باید حل بکنیم. و ما الان بهترین فرصت رو در خارج از کشور داریم، خصوصا نسل هایی که اون مصیبت های گذشته رو تجربه کردن و اونها بیان از این مصیبت ها بیان به شکل انتقاد از خیش و باز کردن مسائل، به جای اینکه همش تقصیر این بوده، تقصیر این بوده، تقصیر اون بوده، آمریکا بوده، انگلیس بوده و غیر ذالک. اینا تمام یکی از دلایل دیگه. نقطه دیگری هم که بخوام بگم که اون واقعا قابل فهمه برای بخشی، مشکلات به صلاح سیاسی و اقتصادی اجتماعی دنیا پیچیده شده، عجیب پیچیده شده به دلیل جهانی شدن یا گلوبالیزیشن، که عجیب پیچیده. و وقتی پیچیده شده فهم و درکش مشکل میشه، و وقتی آدم نمیتونه یک مسئله رو درک بکنه و تحلیل نسبتاً واقع بینانه ازش داشته باشه، تحلیلی که دائم میتونه قابل تغییر باشه داشته باشه، دنبال کاسه زیر نیم کاسه میگرده. برمیگردیم به همون اصطلاح قدیمی که تو فرهنگ سیاسی ایران وجود داشت، که هر اتفاقی که میافتاد نمیتونستن درکش بکنن و در ضمن ناراضی بودن ازش، میگن یه کاسه زیر نیم کاسه هست. بلد. هیچ کاسه زیر نیم کاسه نیست. و این به هر حال این برابرین آخرین نکته که بخوام، مبارزه برای پیشبرد حقوق بشر یک جامعه مثل ایران، مبارزه با تمایلات استبدادی حزم شده خیش هم هست. بله دکتر فرهنگ، فرصتی محدود مونده برای صحبت در مورد برجام. بله. و این که این بازی رو که جمهوری اسلامی داره به نظر بسیاری از جمله خود من با موفقیت پیش میبره، یعنی داره روز به روز نزدیک میشه به ساختن بمب اتم و همچنین در نوعی گروگانگیری موفقیت هایی داره و متاسفانه کشورهای اروپایی و امریکا پشتشون رو بستن، که البته در این مورد با شما صحبت کردم. بله. و شما همونطور که بارها گفتید که این کشورها منافع خودشون رو در درجه اول در نظر دارن، نه حقوق بشر و منافع دیگران برای کشورهای مثل ایران رو. چیه نظرتون این بازی به کجا می انجامه؟ این بازی نیست. من بکنم در اینجا رژیم ایران دنبال منافع رژیمه، یعنی رژیم ایران وقتی در منافع ملی در ایران وجود نداره، ولی منافع رژیم وجود داره و منطق دفاع از منافع رژیم هم وجود داره. یه مافیا، سیستم مافیایی با اخلاق و ارزش‌ها و حقوق ارتباطی نداره، ولی در رابطه با منافع خودش خیلی حسابگره، خیلی حسابگره. بنابراین رژیم ایران هم تو این چارچوب حسابگره. دنیای خارج در رابطه با برجام توجه داشته باشیم که مهار برنامه هسته‌ای ایران برای آمریکا، برای اروپا، برای چین، برای روسیه اولویت داره. چرا؟ برای اینکه اگر ایران بخواد در جهت حتی توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشه، به احتمال زیاد ترکیه، مصر و عربستان سعودی هم در اون مسیر خواهند رفت، و اگر بخواد این کارو بکنن، اهنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای به بنبست میرسه.
و ایران هم اگرچه تا حالا بیلیون ها دلار خرج کرده، صدها بیلیون دلار خرج کرده برای این برنامه هستی، ولی کوچکترین دستاوردی نداشته. بله، امروز ایران غنی‌سازی اورانیوم رو به 60% رسونده و شاید 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشته باشه، ولی تا حالا از یک مثقال اون هم استفاده نکرده، جز ذره برایش چی نداشته. و به خودی خود این هم دست بردن به بمب ساختن نیست، بلکه ابزاری است برای تهدید دیگران. ایران هم در برابر دوراهی قرار گرفته. از یه طرف توجه داشته باشیم که ایران، ماهیت رژیم ایران دشمنی با تجدد و آزادی انسانه، یعنی توی خرافات مذهبی تشیع. مسائل دیگه براشون همه درجه دوم و سومه، چه در داخل و چه در خارج. بنابراین این رژیم برای ضدیت با تجدد و ضدیت با آزادی انسان باید با جهان غرب، با کشورهای دموکراتیک تقابل داشته باشه. ولی این تقابل پیامدی داره. پیامدش چیه؟ پیامدش اینه که بزرگترین منبع اقتصادی ایران به بن‌بست میرسه، یعنی ایرانی که با نفت و گازش میتونه درآمد بسیار مهمی داشته باشه برای مخارج مورد نیاز جامعه، اونو نمیتونه بفروشه به خاطر تحریم ها. اینه که ایران اولا سر دوراهی قرار گرفته. من فکر میکنم این نیازهای اقتصادی ایران، خصوصا وقتی که مشکلات معیشتی توده های مردم به اون بخش هایی داره میره که اینها از نظر رژیم آدم های توده های مردم بودن، یعنی نماز و روزه و این قرفاشون بوده، میتونستن از اون طریق اینها رو تاثیر بذارن، اون برای رژیم مشکل شد. بنابراین رژیم نیازش اینه که برجام رو حل بکنه، یعنی احیا بکنه. آمریکا و اروپا و چین و روسیه هم به دلایل خاص خودشون، مثلا چین و روسیه ایرانی رو میخوان که بتونن باش معامله بکنن که براشون نفت داشته باشه. فقط در صورتی که روسیه میتونه اسلحه به ایران بفروشه که ایران بتونه پولشو بده، تردداتی میتونه پولشو بده که نفت و گاز بتونه بفروشه. روسیه از ایران میخواد که به بشار اسد کمک بکنه، چون روسیه خودش این کارو نمیکنه. در صورتی میتونه این کارو بکنه که به خاطر زینب این کارو میکنیم که نفت و گاز بفروشه. رو چین هم همین. چین تا حالا یک سرمایه گذاری اساسی در ایران، علارغم همه این حرفایی که میزنن، چین و ایران روابط اقتصادی قابل توجه. چین حدود 3% از نفت مورد نیازش رو از ایران میخره. 3%. از عربستان سعودی 15% میخره. و از روسیه خیلی بیشتر. بنابراین ایران سر دوراهی که گیر کرده که بعد و همیشه میگفتن دو راه وجود داره که مسئله برنامه هستی رو حل بده، یکی دیپلماسیه، یکی جنگ. اگه به شما اینو بگم، هیچ کس امروز در خاورمیانه جنگ نمیخواد. آمریکا بر از عراق و افغانستان و ویتنام و سوریه و غیر ذالک اصلا و حتی دست راستی ترین عناصر در آمریکا صحبت از جنگ نمیکنه. کشورهای خاورمیانه هم همین، اگر بخواد در اونجا جنگی را بکرد بزنن ایران و جنگ در اونجا انجام بخواد، اینطور نیست که برن ایران اشغال بکنن به هیچ وجه، یعنی 500 هزار سرباز بفرستن ایران اشغال بکنن. این واقعا هر کی فکر اینجا بکنه خیلی کودکانه فکر میکنه. دنیا زدن تأسیسات هسته‌ای، تأسیسات نظامی و تأسیسات اقتصادی ایرانی میتونن بزنن. زدن این کار در واقع رژیم رو در داخل کشور تقویت میکنه و مصیبت و درد و رنج معاش مردم رو افزایش میده. بنابراین هر دوشون به این نتیجه رسن که باید تفاوقی داشته باشن که برای طرفین قابل تحمل باشه و من معتقدم که اونا بهش نزدیک شدن، نه به این دلیل که به صلح و صفا و نمیدونم حقوق بشر این حرفا اعتقاد دارن، هیچ چک از اونا. از در داخل دهان خارج منافع اقتصادی و امنیتی و در داخل ایران ثبات و بقای رژیم، این دوتا دارن به هم نزدیک میشن. حالا ما هر انتقادی از نظر کلی، از نظر انسان دوستی به جهان غرب بکنیم، چه کار میخوان بکنن؟ دارن بجنگن. افغانستان بشه ایران، عراق بشه ایران، سوریه بشه ایران، استفاده از نیروی نظامی. یعنی بنابراین تعهد غرب به دیپلماسیه، ایران هم چاره‌ای جز پذیرش احیای برجامی که از بعضی موارد کوتاه بیاد و به خواسته‌های خودش هم تا حدودی برسه نداره. یعنی به قول معروف باید سازش بکنن و این سازش خیلی نزدیک شده. ممنونم آقای دکتر فرنگ. آخرین سؤالی که دارم و در یک دقیقه وقت باقی مانده برنامه، به نظر شما
این شرایط که الان هست، این گروگانگیری ها، این کارهای تروریستی جمهوری اسلامی سایه نیفکنده روی این مسئله برجام و اون رو تحت اشکا قرار نداده؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. در اگه موقعی که مذاکرات رو دارن میکنن، خصوصا ایران 100 بیلیون دلار پول توی بانکهای خارجی داره، پولایی که مسدود شده و این پول از نظر حقوقی پول ایرانه، حالا هر چقدر هم که این پولها بر ضد منافع ملی ایران به هدر میره تردیدی نیست. این گروه های نیابتی ایران در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن و حتی در بعضی که دیگه کشورهای آفریقایی، اینها نیروهای نیابتی خریداری شدند، نه اینکه اونها از نظر ایدئولوژیک یا از نظر مذهبی با ایران احساس خویشاوندی بکنه، به هیچ وجه. یعنی به حزب الله لبنان 10 بیلیون دلار از ایران پول گرفته، سوریه همینطور، یمن همینطور، این نیروهای نیابتی عراق همینطور. یعنی این جنایتکارا در ایران، یعنی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران داره منافع ملی کشور رو به این نیروهای میده که هر کدومشون میخوان یه سیستم فاشیستی در داخل کشور خودشون درست بکنن. این به خودی خود به اون شکل خطری برای دنیا، برای اروپا و آمریکا اینو خطر نمیبینن، فاسد فساد میبینن، ولی امکان این که کشورهای خاورمیانه بخوان در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای برن، اون رو خطر برای خودشون میبینن. بنابراین تو دنیایی که ما زندگی میکنیم، واقعیت‌های تو دنیای آرزوها و آمال نمیشه دنبال مسائل و تجزیه تحلیل کرد. یه خیلی راحته وقتی آدم جوونه این کارا رو بکنه، ولی دنیا پیچیده‌تر از اونه که کسی به راحتی بتونه دایجان ناپلونیست درست بکنه و به نتیجه برسه. جناب دکتر مهدی فرهنگ، سپاسگزارم در برنامه از بینندگانی که این فرصت رو به ما دادید که در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم از آقای امیر شهراتی کارگردان فنی برنامه ممنون هستم و تا سه‌شنبه آینده و برنامه دیگر، ببخشید تا پنجشنبه که برنامه دیگری خواهم داشت در تلویزیون فارس، روز روزگار به شما خوش. شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات. دریافت کننده صدها